خب بعد از اینکه تقاضای انفرادی رو با هم بررسی کردیم، میپردازیم به مازاد یا مازاد ناخالص مصرف کننده. همونطور که تو شکل میبینیم، فکر کنید که قیمت سیب 40 سنته و ما تصمیم گرفتیم که 6 تا دونه سیب بخریم که با توجه به مقداری که تعداد سیبایی که میخوایم بخریم، مازاد ناخالص مصرفی به صورت جدول، این جدولی که حالا میبینید به دست میاد، یعنی این مقدار ارزش سیبهایی که ما در نظر گرفتیم که این منحنی این خط افقی رو اگه در نظر بگیریم، این بالای این خط افقی این مقدار مازاد ناخالص مصرفی که ما تعریف میکنیم یا ارزش واقعی سیب به دست میاد. به این صورتی که ما ارزش اول سیب رو 1 دلار در نظر میگیریم، دومین سیب رو 80 سنت در نظر میگیریم و چهار سیب بعدی رو 60 سنت در نظر میگیریم و این میزان ناخالص مصرف کننده به دست میاد. اما قیمتی که ما میپردازیم در واقع همون 6 تا سیب ضرب در 40 سنت که حالا 2.4 که اینو دیگه نمیتونیم حالا صرف هزینه دیگه بکنیم، ولی ارزش واقعی سیب هایی که ما پرداخت کردیم به این صورت به دست میاد که اینو بهش میگیم تعریف مازاد ناخالص مصرف کننده. خب بعد از تعریف مازاد ناخالص، تعریف تابع تقاضا و تابع معکوس تقاضا رو با هم خواهیم پرداخت. حالا همونطور که تو شکل میبینید، این همون تعریف مازاد ناخالص مصرفیه که واسه قسمت انفرادی که حالا ما خرید میکردیم در نظر گرفتیم. اما توی بحث گروهی شاید جور دیگه‌ای باشه و جور دیگه‌ای رقم بخوره و مثلا همه به این صورت نباشه که همه مثلا همون اشتهای شما رو به خرید سیب داشته باشن و بعضی ها مقدار پرداخت بیشتری واسه همون تعداد سیبی که شما هزینه کردین و به دست آوردیم و بپردازن تا همون مقدار سیب رو به دست بیارن و این یه ناپیوستگی به وجود میاره که باعث بروز تابع معکوس تقاضا میشه. همونطور که میدونیم تابع تقاضا با هم رابطه عکس دارن، تابع قیمت و تقاضا، یعنی اگه هر چقدر قیمت بالاتر باشه ما تعداد کمتری خرید میکنیم و هر چقدر قیمت پایین تر باشه تعداد بیشتری خرید میکنیم. اما وقتی که این مقدار پولی که از ما میمونه و تو حالت گروهی، شاید کسای دیگه جور دیگه داشته باشن و حالت دیگه رو از بازار رو به وجود بیارن که اون موقع است که تابع معکوس تقاضا که یه دونه تعریف مهمه توی اقتصاد رو شکل میده. بیاییم با هم این شکل رو بررسی بکنیم. تابع معکوس تقاضا به این صورته که وقتی که مصرف کنندگان یه مقدار پولی دستشون میمونه، امکان داره که برای خرید مثلا تعداد بیشتری سیب هزینه بیشتری رو متقبل بشن و تعداد بیشتر سیب رو بخرن که این موقع هستش که تابع معکوس تقاضا شکل میگیره. یعنی شما هر چقدر تعداد بیشتر سیب بخری مقدار بیشتری پول پرداخت میکنی و مثلا کیفیت بالاتری از سیب رو خرید میکنی و هر چقدر مقدار کیفیت افت میکنه ما باعث میشه که تعداد هزینه کمتری رو بکنیم و مبلغ کمتری رو پرداخت بکنیم و اون موقع است که این تابع معکوس تقاضا شکل میگیره.